همراهان عزیز، درود بر شما. سال نوتون مبارک. تقریبا در تمام طول سال 1400 شاهد اعتراضای کارگری بودیم. نخستین روزای کاری سال 1400 هم با اعتراضات کارگران به دستمزد و وضعیت کاریشون شروع شد. حداقل دستمزد در سال 1400 3,700,000 تومان تعیین شده بود، اونم در حالی که خط فقر 10,000,000 تومان اعلام شد. اینطوری کارگرانی که برای گذروندن زندگیشون در تنگنا هستن و بودن، راهی جز اعتصابات و اعتراض برای رسوندن صداشون به گوش مسئولین نداشتن. سوء مدیریت، فساد در خصوصی سازی واحدهای صنعتی، قراردادهای موقت، نداشتن امنیت شغلی، حوادث مرگبار کاری و نامتناسب بودن دستمزدها با گرونی و تورم همیشه از جمله مسائل مورد اعتراض جنبش‌های کارگری در ایرانه. اما شاید مهمترین اتفاق اعتصابات کارگران پتروشیمی در سال 1400 بود. 29 خرداد ماه کارگران پیمانی بیش از 60 شرکت حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در 8 استان ایران دست به اعتصابات سراسری زدند. این اعتراضات طی 3 روز به ده‌ها پروژه صنعت نفت و گاز گسترش پیدا کرد. وابستگی اقتصاد جمهوری اسلامی به نفت و محصولات پتروشیمی بر اهمیت این اعتراضات اضافه کرد. کارگران اعتصابات خودشون رو کمپین سراسری 20-10-1400 نامیدن، اعتصاباتی که یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات کارگری چند دهه اخیر در ایران بود. از اساسی ترین خواسته های کارگران هم پرداخت به موقع دستمزدشون بود. اما واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ اخراج تعداد زیادی از کارگران معترض. با انتشار خبر اخراج حدود 100 نفر از کارگران پتروشیمی گچساران، اعتراضات ابعاد پیچیده تری به خودش گرفت. در همین زمان هم ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد مسئولان پالایشگاه نفت تهران در واکنش به اعتصابات کارگران اقدام به توزیع فرم تسویه حساب و اخراج از محل کار در میون 700 کارگر این پالایشگاه کردند. به دنبال انتشار این اخبار فضای عمومی جامعه ملتهب شد. سازمان‌ها، سندیکاها و افراد متعددی از کمپین کارگری حمایت کردند. مثلا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شورای بازنشستگان ایران و خانواده‌های کشته شدگان آبان 1398. اما جمهوری اسلامی بی توجه به خواسته مردم دست به سرکوب کارگران زد و فشارهای امنیتی بر کارگران معترض افزایش پیدا کرد، در حالی که کارگران در کمپینشون دست به اعتصابات و اعتراضات زده بودند و نافرمانی مدنی رو به نمایش گذاشته بودند. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که این کمپین غیرقانونیه. کمی بعد این مجموعه اعتراضات تا حدودی به موفقیت‌های کمی دست پیدا کرد، اما همچنان در بر همون پاش نمیچرخه و حقوق بدیهی کارگران رعایت نمیشه و حتی حق داشتن سندیکای مستقل رو هم ندارن. با این همه اعتراضای کارگران یکی از کنشای ایستادگیه که در سالهای اخیر تاثیرگذار شده. به نظر شما وظیفه آحاد جامعه در حمایت از این قشر چیه؟ نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین تا در سال جدید یادی از مقاومت‌ها و اعتراضای شجاعانه اونها کنیم. نوروزتون پیروز، به امید بهار آزادی.